در بحرین از محکومان در زیر شکنجه اعتراف گرفته و سپس برای آنها حکم اعدام صادر می شود. سازمان عفو بین الملل با صدور گزارشی از موارد نقض حقوق بشر در بحرین از جمله اعتراف گرفتن از محکومان زیر شکنجه و سپس صدور حکم اعدام در حق آنان پرده برداشت. سازمان عفو بین الملل در گزارش جهانی خود درباره صدور و احکام اعدام یادآور شد بحرین از جمله کشورهایی است که بدور از معیارهای بین المللی لازم در دادگاه های عادلانه در عاد حکم اعدام صادر می شود و عملکرد دادگاه های بحرین موجب نگرانی شده است در گزارش این سازمان بین المللی آمده است با وجود نگرانی از موارد نقض حقوق بشر در بحرین و عربستان در اقداماتی نظیر صدور حکم اعدام و شکنجه محکومان برای اعتراف گیری از آنان برخی کشورهای مانند انگلیس که با این دو کشور روابط نزدیک دارند با آموزش نیروهای امنیتی به آنها در این اعمال خشونت آمیز کمک می کنند در همین زمینه کایت آلن مدیر دفتر سازمان عفو بین الملل در انگلیس گفت ما نگرانیم که مسائل تجاری و امنیتی حقوق بشر را تحت تاثیر قرار دهد آن هم در شرایطی که مسئولان از اعتراض به مجازات اعدام در مورد کشورهایی مانند عربستان و بحرین خودداری می کنند. این در حالی است که یک سازمان حقوق بشری در انگلیس پیش از این فاش کرده بود که نیروهای پلیس بحرین و عربستان در انگلیس آموزش دیدند آن هم در شرایطی که احتمالاً این نیروها در موارد نقض حقوق بشر دست دارند. همچنین این سازمان با ارسال نامه‌ای به ترزا می نخست وزیر انگلیس از وی خواسته است که آزادی سه کودک در عربستان سعودی را که به دلیل شرکت در اعتراضهای سیاسی در معرض اعدام قرار دارند خواستار شود خانم می یه هفته گذشته در چارچوب تقویت روابط انگلیس با عربستان عازم ریاض شد اما معلوم نیست این مسائل را با سران عربستان سعودی در میان گذاشته است یا خیر